اگر میخواید از نظر زبان انگلیسی تقویت بشید کانادا نیاین. من اومدم کانادا الان، کشور دیگه ای نرفتم، من اومدم کانادا الان، من حدودا 4-5 سال توی کانادا. بعد از 4-5 سال اینجا فقر زبان انگلیسی دارن، اصلا خیلی بده. اگر میخواید انگلیسی رو تقویت چه کانادا نیاین. ببین من الان اینجا واضح و مبرهن اینجا واسه شما واسه دارم میگم، من 4-5 ساله اینجا هستم در کانادا. روز اول که اومدم رفتم امتحان دادم، گفتم شما کلاس سوم میتونی بشینی، سوم زبان. الان بعد از 4-5 سال دوباره رفتم امتحان دادم، میگه هنوز شما کلاس سوم میتونی بشینی. بعد ببین تو این 4-5 سال هرچی اینا انگلیسی حرف میزنن من نمیفهمم چی میگن، یعنی انقدر اینا بلد نیستن انگلیسی حرف بزنن من متوجه نمیشم. بعد از اون بدتر این که من انگلیسی باشون صحبت میکنم همون چه هاج و واج نگاه میکنن، یه سری تکون میدن و یا بعض وقتا میگن What? یعنی حتی من انگلیسی حرف میزنم هم نمیفهمم. ببین چقدر انگلیسی این کانادایی ها ضعیفه، همشون تمام ادارات همه جا همشون انگلیسیشون انقدر بده، نمیفهمن من چی میگم، نه حرف میزنن من میفهمم چی میگن. حتی رادیوشون هم روشن میکنم، تلویزیونشون هم روشن میکنم، انقدر بد انگلیسی حرف میزنن نمیفهمم چی میگن. حالا نمیدونم، ایشالله شاید در سالهای آینده یه تغییراتی به وجود بیاد که انگلیسیشون خوب شه، یا اصلا انگلیسی رو وقتی نمیتونن جوری حرف بزنن که آدم بفهمه برن فارسی یاد بگیرن. فارسی هم خودش به هر حال خیلی زبون شیک و جذابیه، از همه زبان‌ها به نظر من فارسی بهتره. فارسی یاد بگیرن، زبان بین‌المللی فارسی بشه به نظر من خیلی بهتره با این وضع افتضاحی که انگلیسی حرف میزنن و من نمیتونم بفهمم. یه چیزی هم خواستم بگم، به این جمله قبلم ربطی نداشت ولی خیلی مهمه. اگر اومدید کانادا، چه تفریحی چه مسافرتی چه توریستی چه درسی چه فلان، اومدید کانادا، توی هر مغازه‌ای که رفتید، خب خصوصا اوایلش که زبان انگلیسیتون خوب نیست، هر کی هر چی بهتون گفت اصلا نگین یس، همه رو بگین نو. حالا چرا؟ من روز اول اومدم اینجا یکی به من گفتش که ببین رفتی توی این مغازه ها چیزی بخری، اینا خصوصا پمپ بنزین میزنی، توی اون پمپ بنزینی که میزنی میرونجا حساب کنی، اونجا خودش یه جایی مثل یه بقالی کوچولو داره. ببخشید من صدا بچه هم همینجوری اون وسط ها میاد. رفتی اون تو، هر جا میری برای خرید هیچ وقت نگو، هر چی ازت پرسیدن نگو یس، بگو نو. خب من چون به هر حال این خصلت ما ایرانی ها اینه که رو نمیشه بگیم نو، میگیم الان بگیم نه مثلا آدم ناراحت میشه، زشته، بده، یا بهش بر میخوره اینا. حالا نفهمم چی میگه، ولی خب اینو بگم یا میبینم ناراحت میشه اینا. به من گفتن، ولی هر جا میرفتم روم نمیشد، هر چی یارو میگفت من که نمیفهمیدم چی میگه، ولی بهش میگفتم که یه لبخند میزنم، گفتم یس. بعد از همون موقع که اومده بودم، بعد از یک ماه رفتم توی پمپ بنزین بزنم، رفتم بنزین بزنم، بنزین زدم رفتم تو، $30 پول بنزینم میشد. یک خانمی اون پشت صندوق بود، هندی بود، انگلیسی صحبت میکرد، بعد گفتش که نگام کرد و اینا. خب منم روم نشد، گفتم یس اینا. اونم گفت یه کارت برداشت زرتی پاره کرد کارت رو. خب کارت رو پاره کرد دیگه. بعد گفت خیلی حساب کنه اینا، ما کارت کشتیم حساب کردیم و قبض بهمون داد، رسید بهمون داد. اومدیم بیرون یه دیدم $30 پول بنزینم بود، $130 شد. برگشتم رفتم تو، گفتم $30 بنزین، مای بنزین $30. گفت نه دیگه، من بهت گفتم، تو گفتی یس، یه دونه کارت کارواش برات کشیدم $100. اینجا با $3 میری کارواش، خوب ماشین تو میشوری. $100 از من پول گرفت یه دونه کارت کارواش، زودم پاره کرد که دیگه پس نگیره. اینه که هیچ وقت اینجا نگید یس، هر چی گفتن بگید نو.
فروشنده ها هر که هرچی گفت بگین نو و به کار خودتون ادامه بدین. برای اینکه زبان انگلیسیتون هم خوب شه نمیدونم حالا کجا میخواییم برین، نه برین خودتون تحقیق کنیم ببینین کجا برین. به حال اینجا از نظر من و باقی فلسفه به نظر من اصلا جای یاد گرفتن زبان انگلیسی نیست، چون نه میفهمن آدم چی میگه نه اونا حرف میزنن من میفهمم اونا چی میگن. که به هر حال من دائم تجربیاتمو در مورد کانادا به شما میگم که یو اینجا نیاید بخورید به در بسته. متشکرم، سلامت باشید، بیگی آقا رو نیفتید.